الان هم یک ارائه هستش به نام Open Street Map را بشناسیم یا OSM توسط جناب آقای هومن مسگری. تشریفیقشون بفرمایید. اول از همه تشکر بکنم از دوستان جشنواره و بعد این نکته رو بگم. من 15-20 سال پیش که شروع کردم آموزشم توی این حوزه هیچ وقت فکر نمی‌کردم که یه روزی بعد از آیه سالمند من یه سخنرانی داشته باشم. واقعا امروز کلی سورپرایز شدم از این قضیه. کسایی که تو این سالن نشستن و تا حالا اوپن استریت مپ رو دیدن، باش کار کردن، شنیدن، حداقل اطلاعاتی دارن کیان؟ میشه دستشون رو بلند کنن که من بدونم؟ خب خوبه. پس میتونیم یه ذره سریع‌تر بریم که جبران کسری وقتی که وجود داره رو داشته باشیم. ما چه جور نقشه‌ای داریم؟ یه سری نقشه‌ها نقشه کاغذی هستن. یه سری‌ها کاغذی نیستن، دیجیتال هستن. دیجیتال آنلاین داریم، دیجیتال آفلاین داریم. یه سری نقشه‌ها نقشه‌های تخصصی هستن، نقشه دریانوردی، نقشه‌های هوایی، هواپیمایی. کاغذی داریم، دیجیتال داریم، آنلاین آفلاین. نقشه‌های تخصصی داریم، مثل دریایی، هواپیمایی. خیلی از این مشکل یکسانی دارن. مشکلی که توی صحبت‌های استالمن هم دیدیم، مشکل اینا چیه؟ مشکلشون اینه که هزینه بالایی دارن. شما بعضن برای بعضی از نقشه‌های تخصصی بالای 100 میلیون تومان باید پول بدید. حالا مهم نیست، خب به هر حال وقتی یکی یک کشتی یا هواپیما می‌خره چند صد میلیون دلار، حالا 100 میلیون تومان که رقمی توش نیست. مهمتر از اون اینه که دسترسی عمومی براشون فراهم نیست. شما اگه این 100 میلیون رو بدیدم نمیتونید یک نقشه خاص هواپیمایی و یا نقشه دریایی رو داشته باشید. مجوزهای محدودی دارن. یعنی اگر که به هر نام گیر بیارید خیلی دستتون باز نیست. بعضا مجبورید قایم کنید که همچین چیزی دارید. نگید که یک همچین چیزی. اینجا بود که OSM یا Open Street Map شکل گرفت. آقای استیو جابز سال 2004 اومد از ویکی‌پدیا ایده گرفت. ویکی‌پدیا رو که یک حالا همتون میشناسید، ویکی‌پدیا رو به عنوان یک الگو قرار داد و از روی اون گفت چطور ویکی‌پدیا ابزاری است، محصولی است، ساختاری است برای جمع‌آوری دانش کل افراد روی کره زمین به همه زبان‌ها، به همه شرایط. بیایم یک بستری فراهم کنیم که نقشه کل دنیا رو با این جامعه ما بسازیم. اینجا بود که اوپن استریت مپ شکل گرفت. اوپن استریت مپ دو تا مجوز داره. یکی مجوز دیتاشه که ODBL Open Database License و محتواش CC BY-SA. ببخشید. خب حالا ببینیم اجزای این اوپن استریت مپ چیه. چهار تا عنصر و یک محور داره. یه ویکی‌پدیا داره که توی این همه قواعدش ذکر شده. اینکه چه جوری نقشه بکشیم، از کجا شروع کنیم، چه کاری درسته، چه کاری غلطه، چی و چی کار کنیم و معنی هر کدوم از تگا چیه، داستانش چیه. و چهار تا عنصر داره. عنصر اولش نقطه است، عنصر بعدی مسیر، بعدی ایریاس ناحیه است و در نهایت ریلیشنه. من یه سوال دیگه بپرسم. اونایی که مهندسی کامپیوتر خوندن یا دارن میخونن یا برنامه نویسی کردن و از اینجور چیز آشنایی دارن میشه دستشون رو بلند کنن؟ خب خیال آمد به اینجور. فقط برای اینکه ببینید اوپن استریت مپ چه حجم دیتاییه، چه حجم کاریه، من یه چهار تا آمار بهتون میدم. بیش از 370 میلیون وی مسیر الان توی اوپن استریت مپ ثبته. بیش از 3.5 میلیارد نقطه از کل دنیا توی اوپن استریت مپ هستش و 3 میلیون یوزر داره، 15 هزار تا کاربر داره که یعنی به طور هفتگی دارن ادیت میکنن و اگه بازتون رو ماهانه در نظر بگیری 40 هزار تا کاربره.
اونایی که عکس میگن نمیخواد، اینو میذاریم رو سایت به استفاده کنید، نکته خاصی نداره. و مهمتر از همه این که روزی 1 میلیون تا 2 میلیون نود داره به این اضافه میشه و روزی 100,000 تا 200,000 وی داره به این اضافه میشه. یعنی یک سیستم پویا و رشد کننده سریعه. من فکر کنم دو تا استاید. خب گفتیم نقطه. نقطه چیه؟ توی اوپن استریت مپ به هر نقطه‌ای بر روی کره زمین شما میتونید یه نقطه مپ کنی به ازاش روی اوپن استریت مپ. چیزایی که باید داشته باشه لاتیتیود لانگیتیوده، یعنی بیاد مختصات جغرافیایی اون نقطه رو شما داشته باشی. یه آیدی هم داره که به هر حال هر انتیتی در صنعت نرم افزار باید یه آیدی داشته باشه. مختصات جغرافیایی چیه؟ فاصله افقی و عمودیش از نصف و نهار مبدأ و خط استواست. اومدن کره زمین رو از نصف و نهار مبدأ به 2 تا 180 درجه، یعنی اون 360 درجه کل از منهای 180 تا مثبت 180 و استوا رو از منهای 90 تا مثبت 90 تقسیم کردن. در نتیجه شما هر نقطه روی کره زمین رو میتونید با در نظر گرفتن 2 تا عدد بدید. حالا این عددا چجوریه؟ هرچی این اعداد دقتش بیشتر باشه شما اون نقطه‌ای که میخواید رو دقیق‌تر میتونید مشخص کنید. مثلا اگر با دو رقم اعشار یا 3 رقم اعشار باشه شما تقریبا نقطه ندارید، یه منطقه رو دارید مشخص میکنید. اما اگه میخواید یه نقطه با دقت چند متر، یه متر یا حتی سانتی متر رو معرفی کنید، اونجاست که لازمه تا 6 رقم 7 رقم اعشار داشته باشید. حالا این نقطه چیه؟ این نقطه عنصر اصلی و بنیادی OSM و معمولا یه تگ هایی داره از کلید ولیو بر اساس اینکه اون نقطه چه نقشی روی کره زمین داره. اون نقطه یک مثلا تلفن عمومی است، یک کیوسک است، یک گیت یا هر چیز دیگه ای میتونه یه مجموعه تگا داشته باشه. حالا این نقطه ممکنه بعضی جا استندالون نباشه. مثلا چی؟ شما میخواید یه ساختمون رو نشون بدید، این ساختمون از چند نقطه متوالی تشکیل شده، پس این نقطه میشه یه بخشی از یک مسیر، یک ایریا. آخر سر گیر اسکین چه حالا این دیتای نقاط چجوری سیو میشه توی OSM؟ میشه شبیه XML. لااقل چیزی که به ملت نمایش داده میشه و شما میتونید با هر ابزاری مشاهده بکنید XML بیسته. یه نود داریم که یه آیدی داره، یه لاتیتیود داره، یه لانگیتیود داره، ورژن داره. چون همون جوری که توی ویکی‌پدیا شما میتونید بیاید یه مقاله رو ادیت کنید، یه چیزی رو ادیت کنید، توی OSM هم میتونید بیاید و یه نقطه رو، یک مسیر رو، یه دیتایی رو ادیت بکنید. پس ورژن میخوره. این ورژن 4ه. یه فرقی که بین OpenStreetMap و حالا ویکی‌پدیا وجود داره این که شما چنج ست دارید. چنج ست چیه؟ مجموعه از ادیت هاست. توی ویکی‌پدیا شما پر مقاله ادیت میکنی، یعنی میری یه آرتیکل رو نگاه میکنی، آرتیکل رو مثلا یه ادیتی میکنی، آرتیکل بعدی هر چیز کاری که میخواد. اما توی OSM اینجوری نیست، شما یه مجموعه از تغییرات، مثلا این نقطه رو اضافه میکنی، اون خط رو اضافه میکنی، مهمی ها رو اضافه میکنی، همه اینا رو با هم توی چنج ست. حالا اینجا اومده که این نقطه آخرین بار که ورژن 4G تو کدوم چنج ست بوده، چه یوزری ادیتش کرده، یوزر آیدیش چی بوده، آیا این یه نقطه قابل نمایشه یا نه، و تایم استمپ این تغییر کی بوده. این در مورد خود نقطه. حالا این نقطه چه خصوصیتی داره؟ این نقطه یه مجموعه از کلیدها و مقدارها داره. این نقطه که دارم نشون میدم ایستگاه مترو همین دانشگاه شریف، همین بالا.
خب یه اینترنشنال نیم داره که اسم ایسکای شریف یونیورسیتی، یه نیم داره اسم کاملش ایسکای دانشگاه شریف، یه دونه نیم انگلیسی داره دانشگاه شریف استیشن، و در نهایت یه زوج مرتبی از حالا دیتایی داره که میگه نوعش ریلوی و در حوزه ریلوی این یک ایسکایه، اصلا خط نیست، مرکز کنترل نیست، این یه ایسکا. خب پس اما نقطه رو شناختیم، ببینیم دیگه چه خبره. اما مسیر یک مجموعه متوالی و ترتیب دار از نقاط رو مسیر میگن. ببینید اوپن استریت مپ کل دیتاش، کل دیتای نقشش، خیابوناش، همه چی وکتور بیسته. پس دایرکشن داره، جهتش مهمه و در نتیجه نقاط خیلی اولویتش و ترتیبش اهمیت داره. بازم یه مجموعه تگ داره و این مسیر حالا چه معنی داره؟ هر انتیتی که شما بتونید با یک وکتور تعریف کنید روی کره زمین رو شما میتونید اینجا بگید. مثالش انواع راه، خیابونا، کوچه ها، نمیدونم اتوبان ها، یه رودخونه، یه مسیر راه آهن، خط مترو. اینجا هم میبینید باز دوباره همون داستانه، حالا یه مقدار متفاوت تره. خب میگیم ما یه مسیر داریم با یک سری اطلاعاتی که شبیه همون داستان قبله، اما این مسیر از چه نوده هایی تشکیل شده؟ این کوچه فرهناز توی اگه اشتباه نکنم حبیب‌اللهی، یه کوچه است کلن دوتا نود تشکیل شده، یه نود گذاشتن برای اول کوچه، یه نود برای آخر کوچه، این دوتا نود رو به هم وصل کردن. پس این دوتا نود میشه مسیر اون کوچه و حالا یه اسم کاملی داره، نوعشه که کوچه فرعیه، اسمش اسم انگلیسی و الی آخر. حالا ناحیه چیه؟ هر مسیری که دو سرش به هم وصل باشه، یعنی نود اول و آخرش یکی باشه، میشه ناحیه. باز دوباره همون داستان رو داره، تگ داره، توضیحات داره. و حالا باش چی رو مشخص میکنن؟ چیزایی که یک مسیر، یه جاهای بسته رو، مثلا یه ساختمونو شما میخواید دور یه ساختمونو مشخص کنید، میخواید مثلا یه پارک رو مشخص کنید، یه دریاچه رو مشخص کنید، دریا رو مشخص کنید، هر کدوم از اینا رو شما، حتی دریا یه ذره بزرگتر از این حرفاست که با یک ایریا بشه مشخص کرد، ولی کلا با اینها میشه مشخصش کرد. اینجا ببینید میگه یک مسیر، دقت کنید دوباره توی ایریا، توی ناحیه، باز اینجا داره میگه مسیر. از کجا میشه فهمید که این مسیر یا ناحیه؟ فقط این که این آیدی نود اول با آیدی نود آخر یکیه، این شد پس ایریا. و یه مجموعه تگ داره که توضیح داده چی به چیه و تعریف کرده این ایریا رو. این استخر دانشگاه شریفه، یه تعداد نود داره، دو، چهار، پنج تا نقطه است، چون نقطه ششم همون نقطه اوله که به هم وصل شدن. نوعش استخر شناس، سرپوشیده یا سربازه نوشته، اسمش رو نوشته به فارسی و انگلیسی و نوع ورزشی که اینجا انجام میدن. خب حالا ببینیم ریلیشن چیه. شما یه مجموعه انتیتی داری، یه سری نقطه داری، یه سری مسیر داری، یه سری ایریا داری، اینا رو میخوای یه جورایی با هم رابطهشون رو مشخص کنید. مثلا فرض کنید یه خیابون رو کشیدید، بنا به دلایلی مجبور شدید خیابون رو طی چند چیز بکشید، طی چند قسمت، یعنی چند تا مسیر بکشید تا اون خیابون رو تشکیل بده. خب اینا رو باید یه جوری رابطهشون رو با هم مشخص کنید. یا مثلا فرض کنید میگید سر فلان چهارراه نمیشود دور برگردون زد، یا گردش به چپش ممنوعه، یا هر کدوم از این نکات دیگه. اینا رو میایم سراغ ریلیشن. ریلیشن میتونه بگه آقا مثلا فرض کنید میخواید یه خط اتوبوس رو مشخص کنید، بگید از کدوم خیابونا رد میشه، میایید این مجموعه از خیابونا رو کنار هم میذارید توی یه ریلیشن، میگید خط مثلا فرض کنید
میدان آزادی، مثلا میدان شهرک غرب، مثلا اتوبوساش از این مسیر میان، اول این تیکه خیابون رو میان، بعد این تیکه رو میان، بعد اینو میان. این میشه یه ریلیشن، ترتیبش رو میگید و حالا یه مجموعه تگ و این داستان. دوباره اینجا ریلیشن باز همون ساختار رو داریم، یه کانسپت خود ریلیشن رو گفته، اعضاش رو گفته که چه نودهایی هن. اعضاش میتونه نود باشه، میتونه وی باشه و رولش توی اون ریلیشن. حالا میگم بعد از اون یه کارگاهیه، یه مقدار بیشتر روی جزئیات اینا صحبت میکنیم که چجوری این رولا رو تعریف کنیم، چه رولایی داریم، چه ویایی داریم، چه نودایی داریم و در نهایت هم یه مجموعی از تگاست. حالا ما این چهار تا انتیتی نود، وی، ایریا و ریلیشن رو تعریف کردیم، اما هم اولش گفتیم یه ویکی داره که محور این قضیه است. توی این ویکی تمام آن چیزی که شما باید بدانید در خصوص اینکه چجوری با اوپن استریت مپ کار کنید، چی درسته و چی غلطه، ثبت شده. هر خب روز اول به تبع این ویکی خالی بوده. چجوری این ویکی پر شده؟ همونجوری که ویکی‌پدیا پر شده. فقط یه قاعده گذاشتم، گفتن که هر کسی هر پیشنهادی داره اول میاد پروپوز میکنه، میگه آقا من یه پروپوزال دارم در مورد این فیچر. فرض کنید مثلا صندوق صدقات، میگید آقا ما یه کانسپتی در کشورمون داریم به نام صندوق صدقات. توضیح میدید که صندوق صدقات چیه، احتمالاً چجوری باید تگش کنید، پروپرتی های مناسب براش چیه. حالا فرض کنید ما فقط کمیته امداد رو داریم، فرض کنید مثلا کمیته امداد و یه انتیتی مشابه وجود داشت، پس به تب باید میگفتید این صندوق مال کدوم انتیتی هست، اپریتورش کیه و الاخر. یه توضیحاتی میدید، دلایلش رو میگید و احتمالا میگید چرا با تگ های فعلی، با ساختار فعلی پوشش داده نمیشه و اینو یه پروپوز میکنید. بعد از اینکه شما این کار کردید، ملت شروع میکنن در موردش بحث کردن، دیسکاشن داره، تاکینگ پیج، میره همونجا صحبت میکنه، نظرشو میده. بعضا ممکنه تو این مسیر پروپوزال شما انریچ بشه، میره تا قطع به رأی گیری میذارن، رأی گیری میشه، در نهایت تصمیم میگیرن که این به عنوان یک فیچر اضافه بشه به ویکی‌پدیا، به اوپن استریت مپ یا نه، و حالا اونجا اپروب یا ریجکت میشه. خب حالا اینا رو که گفتیم، من یه سوالی میخوام بپرسم. ما فرض کنید چهار جفت کلید و ولیو داریم که میبینید اینجا. اولیش گفته هایوی رزیدنشال، دومی گفته لندیوز سمتری، سومی گفته جاب مغازه، چهارمی هم گفته وان وی. یس، فرض کنید یه نودی داریم یا یک مسیری داریم، هر جوری دوست دارید حساب بکنید، میخواییم یه دونه این تگا رو بچسبونیم بهش، آپلود کنیم رو سایت اوپن استریت مپ. به نظرتون ارور میگیره نمیگیره؟ رو کدوم ارور میگیره، رو کدوم ارور نمیگیره، یا اگه چی بشه ارور میگیره؟ بذارید اینجوری بریم. اونایی که میگن روی آپلود اولی مشکل میخوره کیا؟ خب کسی نداریم. اونی که میگه رو دومی مشکل میخوره چیه؟ سومی؟ یکی دو تا دست بلند کردن، یه سه تا بیشتر. چهارمی؟ یه تعدادی دست بلند کرد. خب حالا بهتون میگم رو هیچ کدوم از اینا ازتون ارور نمیگیره. شما وقتی میخواید برید تو ویکی‌پدیا، اگر برید اونجا یه مقاله اضافه بکنید، بگید که مثلا اصلا عنوانشو بذارید مثلا محله ما، بعد بگید ما یه محله داریم خیلی باحاله، اینجوریه اینجوریه اینجوریه، موقعی که دارید کامیت میکنید ویکی‌پدیا ازتون ارور میگیره؟ نه. اما چه اتفاقی میفته؟ نفر بعدی که بیاد اینو ببینه میگه آقا این مقاله اصلا ارزش حضور در ویکی‌پدیا نداره، یا مستقیما میزنه پاک میکنه، یه ذره حالا با شخصیت فرهنگ باشه میذاره تو لیست بررسی ها جهت پاک کردن. اینجا هم همینه. شما هر کدوم از اینا رو اصلا میتونید مثلا هایوی رزیدنشال رو بزنید به یه نقطه، مفهومی اصلا غلطه. خیابون مسکونی نمیتونه یه نقطه باشه، حداقل باید یه وی باشه.
حالا دومیش مثلا فرض کنید لند یوز مثلا سمتری، سمتری یعنی قبرستان. خب این نمیتونه یه مسیر باشه، احتمالا یا نقطه است یا یه ایریاست، یعنی یه نقطه بوم. ولی باز شما هر جوری دوست دارید میذارید. اتفاقی که میفته اینه، یک، این آمادگی اون وقت باید داشته باشید که نفر بعدی بیاد و پاکش بکنه، همونجور که تو ویکی‌پدیا کردن. خب اینجا یه ذره راحت تر از اونجا هم هست، اصلا بحثی در مورد اینکه پیشنهاد برای حذف و اینا نداریم، هر کی حال کرد میاد میزنه پاک میکنه، اصلا کانسپت پیشنهاد برای حذف نداریم. نکته دوم، یه مجموعه قواعد داریم که یه سری ها بیستان اون قواعد دارن میان هم ادیت میکنن هم از این استفاده میکنن. پس به طب اگه یه چیزی مثل جاب مساوی مغازه باشه، هیچ کسی که میاد اون قواعد رو نگاه میکنه از این تگ شما هیچ استفاده ای نمیکنه. پس عملا شما این تگ رو علکی گذاشتی، فقط دارید دیتابیس رو پر میکنید. حالا چرا اوپن سیت مپ استفاده کنیم؟ فرض کنید آقای استالمن صحبت نکرده بود، ما میخوایم ببینیم چرا اوپن سیت مپ استفاده کنیم، چرا گوگل استفاده نکنیم. گوگل مپ هست، خیلی خوبه، خوشگله، یو آیش عالیه، وضعیت ترافیک رو جدیدن اخیراً یه کمتر از یه سالیه توی تهران نشون میده، شما میتونی ببینید چقدر راهه، هزار تا کار میتونی بکنی. خب چرا من اینا رو ول کنم برم سراغ اوپن سیت مپ؟ من خیلی سریع میگم چون حالا وقتم تنگه. یکی اینکه همین بحث همیشگیمون، دیتای مپ آزاده، شما هر کاری بخواید میتونید بکنید. کراود سورس از سال 2004، اصلا چی شد که آقای گوگل اومد گفتش که بیایید و شما هم بیایید گوگل مپ رو ادیت کنید؟ تأثیر این بوده، گوگل مپ از خیلی قبل از اوپن استریت مپ بوده، اما چرا از 2008 کراود سورس شد؟ برای اینکه از بازی جا نمونه، یعنی یه سرنخ‌های خودش اصلا گرفته بود که آقا یک محصول مطلوب باید کراود سورس بشه. حالا معماری کراود سورسش مشکل داشت، بگذاریم از اینکه ممکنه جامعه ما هم خیلی منطق جنبه و شرایطش نداشته باشه. نکته بعدی، شما آنر ادیتاتونین تو گوگل، حتی بعد از 2008 آنر ادیتای شما گوگله، شما دارید برای گوگل کار میکنید، دوستانین، کار خوبیه اتفاقا، میتونید برای گوگل کار کنید، خیلی نکته منفی نیست. ولی بدانید یک کامیونیتی اکتیوی پشتشه، مثلا توی یکی از طوفانایی که توی یکی از جزایر توی اقیانوس اومده بود، اتفاقی که افتاد به محض اینکه این طوفان رخ داد، کامیونیتی OSM اومد از روی تصاویر ماهواره‌ای نقشه جزیره رو کشید و به ملت، کسایی که میخواستن برن اونجا، کمک کرد که بیان و راحت‌تر اونجا رو بشناسن. و این در حالیه که این جزیره، این منطقه نه توی گوگل بود نه توی OSM بود، هیچ جایی نبود و ملتی که میرفتن اونجا برای کمک تونستن با استفاده از نقشه‌ای که توی OSM آپلود شده بود کار رو بکنن. خیلی راحت آپدیت میشه، شما هر کدوم این نرم افزارهای مبتنی بر OSM رو که ذره جلوتر میگیم داشته باشید، ماه یه بار دو ماه یه بار راحت آپدیت میشه، خودتون میتونید آپدیت کنید، همه این کارهایی که میتونید بکنید. توی چیزی مثل گوگل فیچرها و قابلیت‌هایی میاد که براشون منفعت داشته باشه. کانسپت صندوق صدقات هیچ منفعتی برای گوگل نداره، در اینجا اصلا چنین فیچری وجود نداره. خیلی تیر چراغ برق وجود نداره و خیلی چیزای دیگه. چرا؟ چون براش منفعت نداره. ولی هر فیچری که برای جامعه OSM جذاب باشه به این اضافه میشه. شما هر چیزی رو میتونید نقشه‌ش رو بکشید، هیچ محدودیتی ندارید. OSM طراحی شده که هر چیزی بر روی کره خاکی رو بکشید، بیلبوردا رو بکشید، نمیدونم هر چیزی که میخواید بکشید. فلکسیبل و قراره مثل همه چیزهای دیگه تو این حوزه تا آخر فری از این فریدام بماند. چه کاربردهایی داره؟ خب ممکنه خیلی هاتون الان دارید استفاده میکنید، نرم افزار مپسمی به عنوان یه نقشه آفلاین، نرم افزار
OSM اند یا عثمان، باز به عنوان یه نقشه آفلاین. اینا حالا چیزایی بود که اول روی اندروید اومد، ولی الان رو اندروید، آیفون، رو خیلی از گوشی‌ها وجود داره. یا حتی اگر یه ذره حرفه‌ای‌تر باشید، به نقشه و به روتینگ و به این چیزا علاقمند باشید و یه ذره سابقه کارتون بیشتر باشه، زمانی که گوشی‌ها اینقدر قابلیت نداشته، گارمین رو باید بشناسید. یکی از رتبه‌های برتر تولید جی پی اس دیوایس‌ها. شما میتونید نقشه های OSM رو بردارید، اکسپورت کنید، بریزید رو گارمین. چیزی که من یادمه 4-5 سال پیش، شاید هم حتی بیشتر، مثلا توی پایتخت مثلا 100 تومن میگرفتن براتون نقشه بریزن. بیاید استفاده های دیگر در نظر بگیریم. حالا نقشه که خب نقشه است. نمایشگاه خودروی پارسال ایران خودروی خودروی رو رونمایی کرد برای تاکسی ها که تبلت مانندی توش بود. توی این سیستم نقشه هم امبد شده بود که راننده تاکسی بتونه نقشه رو ببینه، روتینگ بکنه و اینا. دیتابیسش OSM بود. پس شما میتونید بیایید 1000 تا از این ایده ها بدید، از این کارا بکنید، یا بیایید اصلا بازی بسازید. خیلی از بازی ها نیازمند اینن که یه نقشه شهری داشته باشن. خیلیاتون احتمالاً یا GTA بازی کردید، یا GTA رو دیدید، یا در موردش شنیدید. خب یکی باید بیاد بشینه وقت بذاره نقشه اون شهر رو در بیاره. واقعاً کار سختیه. یعنی من هر دفعه نگاه می‌کنم اینم چه انرژی برده. ولی خب من میدونم توی ایران هم داریم کیسایی که بازی رو تولید کردن بیستان نقشه یه منطقه از OSM. مثلا این شهر تربت ایدری است. این رندر شده دیتاهای OSM بدون هیچ چیزی. حتی میبینید ساختمون ها ارتفاع دارن، ابعاد دارن، همه این دیتا رو میتونید شما تو OSM بزنید. اینا اومدن این نقشه رو کامل کردن و از این شهر به عنوان بیس دیتای یه گیم استفاده کردن. هم به ما خیرشون رسید، هم برای خودشون خوب بود. و حالا نوبت شماست که شروع کنید. شما هر جوری که راحتید میتونید استفاده کنید. اونایی که دوست دارن میتونن برن رو وبسایت اوپن استریت مپ، اونجا اکانت بسازن و شروع کنن به ادیت کردن. یه سند باکسی هم داره، توضیحات داره، ویکی داره، میتونید. پس خیلی راحت میتونید این کارو کنید. نه، نمیخوای. شما روی گوشیتون اگر اندرویدیه یا اگر آیفونه، میتونید با گومپ یا وسپوچی بیاید و ادیت بکنید. میرید یه نقطه رو میذارید، قشنگ خط میکشید، تگ بهش میدید، اینو با اون وصل میکنید و این کارو میکنید. یا اگرم میخواید خیلی حرفه‌ای کار بکنید، خود اون کامیونیتی اوپن استریت مپ اومده یه اپلیکیشن داره به نام جاوا اوپن استریت مپ. شما اینجا خیلی کامل و جامع میتونید تمام کارهایی رو که میخواید روی نقشه انجام بدید. و اینجوری این تهران ساخته شد. سال 2006 که من اولین بار توی OSM کامیت داشتم، تقریبا 90% این نقشه نبود. تنها چیزی که بود فقط خیابونای اصلی بود، اونم خیلی راف و کلی. یعنی مثلا این انحنایی که میبینید تو خیلی از این خیابونا نبود، همه اینا خیلی کلی و جنرال بود. اما الان این نقشه از تهران انقدر کامله. تازه تهران و ایران جای خیلی خوبی برای مثال زدن کامل بودن نقشه نیست. شما توی نقشه های اروپا یا آمریکا اگر بگردید، با دقت کاملی همه چی مپ شده. همش هم افرادی مثل من و شما انجام دادن. خسته نباشید. من یه تشکرم بکنم از آقای مهراد قطب که خیلی به من کمک کردن توی تهیه پرزنتیشن و تقریبا قسمت عمده کارهایشون بود صحبتش با من. یه تشویقم ایشون بکنم.